سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز سه‌شنبه 28 فوریه 2012 و 9 اسفند 1390. عزیزان میدونن که این سومین جلسه یا نشست از این سلسله گفتارها یا صحبتها راجع به اقتصاد سیاسیه. جلسه دوم که هفته گذشته باشه، من نامه یکی از عزیزان رو، از بینندگان علاقمند رو باز کردم که در اساس بحثش اینه که شما که صحبت از سوسیالیسم قرن 21 میکنید و هنوز صحبت از سوسیالیسم میکنید، آنچه که بر سر شوروی رفت، اروپای شرقی رفت، چین رفت، ویتنام رفت و غیره و غیره، خب داستان اینا چیه؟ و خلاصه 13 تا سوال مطرح کرده بود که من اینها رو هفته گذشته خوندم برای عزیزان، همشو خوندم که یک بخش از وقت رو گرفت ولی لازم بود. و بعد برای اینکه در واقع به اصطلاح کل به اصطلاح روند برنامه رو به نوعی این تغییر داد و علتش هم اینه که من فکر کردم به جای اینکه من برم و تعریف کار رو از تعریف کار از چند جمعه میخواستم بحث رو آغاز بکنم، یکی تاریخ پول، یکی تعریف کار و اینکه کار چیه و بعدش سرمایه چیه و این سیستم چگونه عمل میکنه، ولی ایشون سوالاتی رو که مطرح کرده بود طوری بود که مسئله رو واقعا یه مقدار ریشه‌ای تر کرد، به این معنا که طبیعت بشر چیه؟ شما اگه میخوای جامعه سوسیالیستی بسازید، حالا قرن بیستم که اینجوری شد، ولی قرن 21 که میخواید بسازید، با فساد، با طمع ورزی، با این خوی به اصطلاح بد انسان، با این چی کار میخواید بکنید؟ و برداشت کلیه که برداشت کلی که حالا نه تنها من، برای عزیزان که خوندم، اینه که طبیعت بشر نکنه تغییر ناپذیر باشه و ما با این چی کار بکنیم. اینه که من رفتم توی طبیعت بشر و در نتیجه بحثو به اونجا کشوندیم که طبیعت بشر چیه. بعضی از عزیزان گله کردن که تو بالاخره به اصطلاح این یک ساعت رو طوری گذروندی که بحث به جایی نرسید. به عزیزان عرض بکنم، به نظر من عجله کردن و اینکه انتظار اینو داشته باشید که من به تمام این 13 تا سوال در یک جلسه پاسخ بدم، ما رو به جایی نمیرسونه. یعنی یه چیز قشری و به اصطلاح باید واقعا هر کدوم از اینا، خود طبیعت بشر مسئله‌ای که واقعا ساعت‌ها باید راجبش صحبت بشه، ولی چون وقت خیلی کمه، من کوشش میکنم این بحث طبیعت بشر رو به یه جایی برسونم تا امیدوارم حالا اگه برنامه ها ادامه پیدا کرد بعدن بریم و چیز به اصطلاح مسائل دیگر رو راجع به پول، راجع به تاریخ خود سرمایه‌داری، راجع به مکاتب مختلف، راجع به اینکه تعریف کار چیه و سرمایه یعنی چه، سرمایه‌داری یعنی چه، عرصه‌ات که به اینا برسیم. بنابراین و بعدش هم من قول دادم که یک سلسله ما باید بریم و منابع رو پیدا بکنیم، همینطور که به نظر حالا لااقل در دانشگاه‌های آمریکا اینه که اکثرا بهش کتاب و منبع معرفی میکنن و میگن برید اینا رو بخونید و بعد فرضاً جلسه بعد که میایید صحبت راجبش بکنم. اینه که من میخواستم هر صحبت که چند تا کتاب معرفی بکنم به عزیزان. هر جلسه من کوشش میکنم یک سلسله منابع رو و مآخذ رو به عزیزان معرفی بکنم که فقط صحبت نباشه، بلکه باید به این منابع مراجعه بشه. ما باید عادت به مطالعه و مطالعه و مطالعه بکنیم، باید ما فکرمون رو گسترش بدیم، باید قدرت پرسیدن و اندیشیدن رو بالا ببریم. در نتیجه ممکنه لطفاً عزیز این کتابا رو نشون بدی فرزاد جان؟ عرض شد که این کتاب رو من قبلاً معرفی کردم، The Theory
of Capitalist Development مال پال سویزیه. کتاب بنیانیه. در واقع تفسیری از جلد اول کاپیتال، ولی خیلی مطلب توشه و الان جز کتابای کلاسیک شده. فکر میکنم به فارسی ترجمه شده باشه. در واقع نظریه یا تئوری توسعه سرمایه‌داری، پال سویزی. امیدوارم عزیزان کاغذ قلم داشته باشن که من یادم رفت اشاره بکنم که مثلا یک سلسله منابع رو میخواستم به عزیزان معرفی بکنم. بنابراین The Theory of Capitalist Development سال 1944 زمانی که تو دانشگاه هاروارد بوده اینو نوشته و در نتیجه بحثایی که واقعا هم به دانشجوها درس میداده در اون زمان، با اینکه استاد نبوده، زیر دست عرشبت که شومپیتر داشته درس میخونده و نتیجه بحثای مفصلیه که با جوزف شومپیتر داشته. بعدیش فرزاد جان، این کتاب جالبیه که یه نفر استاد فرانسوی عرشبت که نوشته و واقعا پیشنهاد میکنم میشل بود BEAUD استاد دانشگاه، استاد بازنشسته دانشگاه پاریسه، استاد اقتصاده. در واقع تاریخ سرمایه داریه. اگه عزیزان، امیدوارم این به فارسی ترجمه شده باشه، این از فرانسه به انگلیسی ترجمه شده، ولی تاریخ مختصر سرمایه داریه. واقعا از قرن 16 هم شروع میکنه و همینجوری تا سال دهه 1980، عذر میخوام، تا سال 2000 میاد تا سال 2000، از سال 1500 تا سال 2000. بنابراین این یه به اسلام مختصریش از تاریخ سرمایه‌داری که بسیار بسیار میتونه مفید باشه. کتاب سومی فرزاد جان عرض شد که اینو هم قبلا من، عزیزانی که از من پرسیدن که از کجا شروع بکنیم، The Worldly Philosophers یا فلاسفه این جهانی به قول معروف، نمیدونم به فارسی ترجمه شده یا نه، ولی رابرت هایلبرونر نویسندش همکلاس پال سویزی بوده تو دانشگاه هاروارد، منتها راهشون تا حدی از هم جدا میشه. با آنچه سویزی احترام عمیقی برای هایلبرونر که توی نیو سکول عرصبت که نیویورک درس میداد، استاد به حساب دانشگاه نیو سکول در که نیو سکول به اصطلاح از اون دانشگاه های لیبرال نسبتاً ترقی خواه یه زمانی بود، ولی کم کم و کم کم هم به طرف راست رفته، اونجا تدریس میکرد، چند سال پیش فوت کرد. ولی این کتابیه که خیلی ساده است و به اصطلاح اقتصاددونای مختلف رو از ویلیام پتی و آدم اسمیت شروع میکنه تا به امروز روز، یعنی تا زمانی که خودش زنده بود، و اینا رو باز میکنه و نظریات اقتصادی این اقتصاددونا رو از جمله مارکس رو هم البته باز میکنه. مرسی فرزاد جان. حالا غیر از این، من میخواستم برای این که به اصطلاح چیز باشه، عزیزان اگر برن توی سایت mohit.gulshan.com یه بخش هست که مقالاته، حالا غیر از برنامه های تلویزیونی از رنگارنگ تا به امروز اونجا هست که گهگاهی چند روزی به تعویق میفته، ولی عزیزان تحمل داشته باشن میاد توی مثلا mohit.gulshan.com. یه بخش داره که ترجمه ها، در اونجا مقاله‌ای وجود داره، در واقع یه جزوه است که نوشته هری مکداف هست. هری مکداف که من سالها با این انسان بزرگ واقعا کار کردم از نزدیک، در واقع وصیت نامشه که به اتفاق پسرش فرد مکداف نوشته، رهیافتن به سوسیالیسم، Approach to Socialism. جزوه بنیادیه واقعا. اتفاقا عجیبه که من دیشب بهش مراجعه می کردم، دیدم که اونم از طبیعت بشر شروع کرده مقاله رو. در واقع مکداف که حدود 93-94 سال عمر کرد،
و واقعا از 16-17 سالگی تو کار سیاسی بوده، خودش و همسرش نتیجه و ماحصل تجربه خودش رو از آنچه که فکر میکرده راجع به سوسیالیسم، تجربه شوروی، تجربه چین، تجربه ویتنام، همه اینها رو باز کرده و بنابراین در بخش ترجمه ها در همون سایت mohit.gulshan.com عزیزان این رو میتونن پیدا بکنن. من امروز بخش هایش رو برای این که بحث طبیعت بشر رو به جایی برسونیم، بخش هایی از اون قسمتش رو برای عزیزان میخونم، ولی قسمت های دیگرش سرفست هاش رو برای عزیزان فقط اشاره میکنم. بعد از این که ما بحث طبیعت بشر چیست این رو به یه جایی رسوندیم، مسلماً همه مطلب رو من نمیتونم و وقت نداریم که باز بکنم. بعدش در جواب به این عزیزی که این نامه مفصل رو نوشت و این سوالات رو مطرح کرد، دومین مطلب عبارت از اینه که واقعاً دومینش راجع به این من میخواستم صحبت بکنم و حریم اگراف هم توی این راه یافتن به سوسیالیسم از همینجا که چرا سرمایه‌داری نمیتونه با بقاء انسان یعنی جامعه بشری و با طبیعت سازگار باشه. امکان نداره. یعنی همینطور که بارها گفتم به دلایل متعدد که توی این مقاله باز میشه، سرمایه‌داری هم طبیعت رو به طرف نابودی میبره، یعنی زیربنای زندگی تمام موجودات زنده رو، و هم بشریت رو به سرعت به طرف بربریت میبره که داریم این رو به رأی العین میبینیم دیگه. این رو دیگه جلو چشممون داریم میبینیم که حالا روزای شنبه من باز میکنم که اینا در لیبی چی کار کردن، در سوریه میخوان چی کار بکنن و چی کار دارن میکنن، بعدش نقششون برای ایران چیه و بعدش چطور در دم دروازه روسیه و چین خواهند رفت و اونها نیروهای اتمی هم. یعنی جامعه رو و بشریت رو به طرف بربریت دارن میبرن و اینم بخشی از سیستم سرمایه‌داریه که ناچارن اینطور چنگ و دندان به تمام بشریت نشون بدن. بنابراین دومین مطلبی رو که برای این عزیز باید ما باز بکنیم و برای خودمون، چرا ما اگر بخوایم این جامعه بشری به بقاء خودش ادامه بده سیستم جایگزینی باید داشته باشیم. حالا شوروی اونجوری شد، اروپای شرقی، چین، امثال هم و امثال هم، همه اینها درست و اینا. حالا سومین چیزی رو که مگداف باز میکنه، هر سبت که در مورد اینکه چرا سرمایه‌داری جایگزینی باید داشته باشه، دومین مطلب، درس های سومین مطلبی رو که توی این جزوه مگداف و فرد مگداف، هری مگداف پدر و فرد مگداف پسر باز میکنن، سه، درس های شکست جوامع ما بعد انقلابی یا توی گیومه سوسیالیستی که اون وقت یکی یکی اینا رو باز میکنه. الف، تجربه اتحاد شوروی. ب، تجربه چین. 4، سوسیالیسم بازار رو باز میکنه که سوسیالیسم بازار یعنی چه، که واقعا بنیانگذار سوسیالیسم بازار استالینه که پایه‌ای ترین در حقیقت چیزای مارکس رو، تئوری ارزش مارکس رو گفت که در جامعه سوسیالیستی هم میتونه عمل بکنه. یعنی سوسیالیسم، ما فکر نکنیم سوسیالیسم بازار رو مثلا الک نوف در بسرا انگلیس اقتصاددان انگلیسی در آورده. خیر، استالین واقعا در کتابی که 1952 نوشت و بعدش بنابراین سوسیالیسم بازار رو باز میکنه و 5، ساختن جامعه سوسیالیستی که اون وقت نظر خودش رو راجع به این که به طور کلی اگه بخوایم یه جامعه سوسیالیستی باز بکنیم چجوری باید باشه. یکی از چیزایی که هم سویزی و هم مگداف در برابر بعضی از اساتید چپ دانشگاه‌های امریکا، چند نفرشون رو حالا اگه شد اسم میبرم، که فرضاً صحبت از این میکنن که سوسیالیسم باید اینجوری و اینجوری و اینجوری و اینجوری باشه، اینا میگن که ما نسخه نمیتونیم بپیچیم، بلکه باید ببینیم اصول بنیانی چیه و چگونه باید به قول خود مگداف رهیافتن به سوسیالیسم، نه اینکه سوسیالیسم رو از حالا ما براش
واقعا اون چیزی رو که هگل میگه اوف هیبونگ، یعنی ما در این حال که گذر میکنیم از این سیستم به یک سیستم جدید، بقایایی همیشه از سیستم قبلی میمونه. این مفهوم هگلیه اوف هیبونگ، که واقعا نه ترجمه واقعی در انگلیسی وجود داره و نه در فارسی، برگذشتن یا یه چیزی رو پشت سر گذاشتن و وارد شدن به یک سیستم جدید. ولی این نیست که یک بار این جایگزین میشه، همیشه یه بقایایی از سیستم قبلی میمونه و این یه مسئله نسبتاً تدریجیه، البته از کمی به کیفی هست، ولی این نیست که یک بار تغییر بکنه. اوف هیبونگ، این در واقع اینجوریه، نباید نسخه پیچید، بلکه با نفی تدریجی سیستم قبلی شما به سیستم بعدی میرسید، که اون وقت نظر خودش رو بنابراین مکداف توضیح میده. خوندن این مقاله که همینطور که عرض کردم زیر عنوان رهیافتن به سوسیالیسم در سایت خوشبختان، من اینو سالهای سال پیش ترجمه کردم، ولی زنده یاد دکتر حسن فشارکی هم کلاسی ارجمند من که ایشون درگذشتن چند وقت پیش و من به اصطلاح یادی از ایشون کردم، این انسان شریف، ایشون هم ترجمه دیگه ای کرده از این، ولی به هر حال هر دوش هر کدومشو که عزیزان گیر بیارن، رهیافتن به سوسیالی یا اپروچ تو سوشالیسم. ولی راجع به این قضایا من در همین سایت mohit.gulshan.com دهه 1990 و اوائل سال 2000 چندین مقاله راجع به اقتصاد امریکا و اقتصاد جهانی نوشتم که فقط من فهرستوار اینا رو اسم میبرم، اگه عزیزان برن در بخش مقالات اینا هست. اقتصاد امریکا به کدام سو میرود؟ سال 2008 اینا من. ریشه های تاریخی عقب ماندگی ایران، مقاله مفصل 30-40 صفحه ای نوشت. صفبندی های جدید و استراتژیک جهانی که اصلا چه اتفاقی افتاده و چین و شوروی و اینا داستانش چیه و چطور بسا انقلاب از غرب برخلاف آنچه که مارکس پیشبینی کرد به شرق منتقل شد و این چه ضایعاتی به وجود آورد، چه واقعا مسئله رو چرا غامض کرد و به این شکست ها منجر شد، و تمام اینا رو اکثرا از دو کتاب فراسوی سرمایه و قدرت ایدئولوژی مال ایستوان مزاروش من استفاده کردم در این صفبندی های جدید و استراتژیک جهانی، و نظرات خودم هم اونجا مطرح کردم. مقاله مفصلیه. چهارم، چهره امپریالیسم در سالهای پایانی قرن بیستم، فکر میکنم 1999 من اینو نوشتم. همه اینها، یعنی اکثرا تمام آمار و ارقامش من از مجلات، روزنامه ها و کتاب های خود اینها گرفتم، یعنی در حقیقت نظرات خودم رو تو اینجا باز کردم برای محک زدن به تئوری های مختلف، که آیا میلتون فریدمن درست میگه یا فرزان هری مکداف درست میگه یا این یا اون. همه اینا رو از طریق به اصطلاح چیز هر شود که پنج، ریشه های عقب ماندگی، اونم مقاله مفصلیه. که ششم، چهره جدید سرمایه داری، این ترجمه است از مانتلی ریویو، چهره جدید سرمایه داری که سه تا خصوصیت داره، یکی کندی رشد یعنی استگنیشن، یکی مازاد سرمایه که نمیدونن چی کارش بکنن، میندازنش تو بازار مالی، و یکی کوهی از وام. اینا خصوصیات اصلی اقتصاد کنونی امریکاست. اینو من ترجمهش کردم، این ترجمهش. هفت، اقتصاد جهان در آستانه سال 2000، که باز اینو 1999 نشسته. مفصل تمام آمار ارقام بیشتر از بخش اقتصادی، یعنی قسمت اقتصادی نیویورک تایمز، وال استریت جورنال، اینا رو من گرفتم. هشت، حمله به مرکز تجارت جهانی و پیامدهای آن. این مقاله رو من حدود دو هفته بعد از حمله به برج‌های دوقلو نوشتم،
و عزیزان بخونن و پیشبینی هایی که اون زمان من کردم که داستان این حمله چیه و به دنبالش چه خواهد اومد و چرا این حمله رو نقطه تعیین کننده توی این مقاله به نظر من اینه که فقط دو هفته بعد از این حمله است. من گفتم چرا این رو به عنوان جنایت علیه بشریت یا جنایت علیه مردم امریکا به حساب نیاوردن که در حقیقت از طریق پلیس بین المللی دنبال اونهایی که این مرتکب این جنایت شدن برن، بلکه گفتن جنگ علیه ما هستین. یعنی چه؟ یعنی بنابراین ما یه جنگ تازه باید علیه اینایی که اینو انجام دادن، حالا اینا کی بودن و رابطه شون با القاعده چی بوده و با دستگاه های امنیتی خود امریکا چی بوده بگذریم از اون. ولی چرا جنایت ازش اسم نبردن بلکه جنگ ازش اسم بردن؟ بعدها من دیدم جاهای دیگه هم من معرفی به اصطلاح در حقیقت این مسئله اینجوری مطرح شده، ولی از اون زمان آشکار بود که هدف اینها چیه. ولی اونجا توی این حمله به مرکز تجارت جهانی و پیامدهای آن، این مقاله مفصل هر کدوم از اینا 30-40 صفحه، اونجا من باز جنبه ها بسا هم از جنبه سیاسی باز میکنم قضیه رو، هم از جنبه اقتصادی و هم از جنبه نظامی که پیامدهای این چه خواهد بود. پس بنابراین این به اصطلاح از منابعی که من میخواستم به عزیزان معرفی بکنم که لااقل به اصطلاح یک مآخذ و مراجعی داشته باشند که عزیزان مراجعه بکنن، برای اینکه به اصطلاح اینجا که فرصت نیست همه مسائل باز بشه. برای اینکه بحث عرصه‌ای که طبیعت انسان رو به جایی برسونیم، من بخش‌هایی از مقاله رهیافتن به سوسیالیسم رو برای عزیزان میخونم و بعد نظر کلی خودم رو اگر برسم، امیدوارم که سعی میکنم که نظر خودم رو راجع به این که مسئله طبیعت بشر چیه بیان میکنم که عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن، برای اینکه این رو به این شکل در جای دیگه ندیدم. میگه که ترجیع بندی که مکرر میشنویم این است که طبیعت بشر را نمیشود تغییر داد. حالا عزیزان خوشبختانه به این صحبت هفته گذشته من عزیزان زیادی به اصطلاح واکنش نشون دادن، واکنش مثبت و منفی، بیشتر مثبت بوده به ویژه از ایران. ولی یکی دو نفر از عزیزان، مثلا یکی به اصطلاح کتابی رو برای من فرستاده که آقای ریچارد داکینز نوشته، عنوان کتاب هست سلفیش جین، یعنی ژن خودخواهی. حالا این ژن که میگه، چون ما میدونیم میگیم فلان کس ژن فلان داره، ژن دروغگویی داره، ژن نمان فلان داره، ژن خوش اخلاقی داره، این ژن رو که اینجا مصرف کرده نوعی به اصطلاح استعاره است، به اصطلاح یه چیز واقعی نیست. ولی کسی که این کتاب رو نگاه میکنه خیال میکنه واقعا برای خودخواهی یه ژن وجود داره. حالا ما نمیرسیم که راجب مکاتب به اصطلاح روانشناسی و چیزهایی که توی این کشور درس میدن، یکی از عزیزان به من به اصطلاح در ایمیلی که فرستادن که کلاسی گرفته راجب این که حس مالکیت یا پوسشن چطور به اصطلاح میتونه تا حدی ژنتیک باشه. خب به این عزیزان من پیشنهاد میکنم واقعا الان به اصطلاح مولکول دی ان ای و آر ان ای، یعنی ژن‌های خود انسان مپ شده، یعنی تمام ذره به ذره باز شده، و اگر اینا یه ژنی برای خودخواهی، برای طمع‌ورزی، برای سلطه‌جویی، برای هر کدوم از این چیزا یا مالکیت خصوصی پیدا کرده بودن، به نظر من اصلا منفجر می شد تمام نیویورک تایمز و تمام دستگاه های ارتباط جمعی و امثال ها. عزیزان به ما نشون بدن، برای اینکه الان مولکول دی ان ای و آر ان ای یعنی ژن کاملا باز شده، کروموزوم ها از هم شکافته شدن، تمام به اصطلاح چیزها مپینگ صورت گرفته،
این کسی که آقای ریچارد داکینز اگه واقعا بره و یه ژن خودخواهی پیدا بکنه، خب شاید جایزه نوبل بهش بدن، بره و پیدا بکنه. چنین چیزی نیست. اینها تمام دروغ‌های فوق العاده به اصطلاح در این حال برای گمراه کردن و انحراف. چرا این کار میکنن؟ دلیلش خیلی واضحه. برای اینکه بگم که بشر اولا یک سیستم سرمایه‌داری با طبیعت بشر سازگاری کامل داره و سوسیالیسم درست خلافش، هیچ بسا خانایی با هر سبت که سوسیالیسم حالا یعنی جامعه انسانی سازگاری با طبیعت بشر نداره. هدفشون اینه. در حالی که علم چیز دیگه ای میگه، میگه که بشر، حالا برای عزیزان میخونم و خود من میتونم مثال های متعددی بزنم، همین که قبل از اینکه حالا نوشته مکداف رو برای عزیزان بخونم، من دو تا مثال برای عزیزان، چون یه مقدار تجربه خود آدم پا به سن که آدم میزنه به گذشته برمیگرده و خیلی چیزا، من یه مثال از شوشتره 60 سال پیش برای عزیزان میزنم، یکی هم از آمستردام هلند در قرن 17. در اون زمان ما در شوشتر چیز داشتیم، کاروانسرا داشتیم، اون موقع هنوز خیابون نکشیده بودن، قبل از 28 مرداد اینا، و کاروانسرا که به اصطلاح دهقانا زارعین جنساشونو از جو و گندو و باقلا و عدس و ماش و امسالوم بار می زدن و می آوردن، هم به اصطلاح قاطرها و یا به اصطلاح سایر به اصطلاح چیزایی رو که بار از ده می آوردن اونجا اتراق می کردن توی حیاتی که داشت، دور تا دور این هم حجراتی بود، حجره بود یا مغازه‌ای بود که عمده فروش‌ها یا تجار در حقیقت خیلی بزرگ نه، ولی تجار محترم اونجا نشسته بودن که اینا می اومدن جنسشون رو تحویل میدادن و یه غذای چایی چیزی بهشون میدادن و راه میافتادن میرفتن به حساب دهاتشون. خب در اون زمان اینا همونجا که پول نمیگرفتن و یا شاید به اینا پولی هم میدادن، ولی این عمده فروشا اون وقت بقالای سر محل که ما خودمون یکی سر محلمون داشتیم، اینا میومدن از این عمده فروشا یه گونی مثلا ماش، یه گونی دیگه عدس فلان برای خرده فروشی میگرفتن. در ازای این واقعا اینا که نمیتونستن پول بدن، یه قبض، یه نوشته، یه چیزی میمشتن یا انگوش میزدن که اکثرا سواد نداشتن، و یا اگه سواد داشتن هم یه امضایی میکردن، یعنی به همه اعتماد داشتن. اون زمان که دادگاه و پلیس و امثال هم نبود، امکان نداشت، یعنی مردم به هم اعتماد داشتن. بر پایه اعتماد متقابل تمام این معادلات و این معاملات و مبادلات صورت میگرفت. اینا چیزایی که دیگه ما میرفتیم، من و پدرم اونجا میشستیم چایی میخوردیم به قول معروف، و حچایی میبافتن به قول معروف، ما میگفتیم حچایی، همینجوری صحبتهای، البته پدر من کلی بسا همیشه صحبت و تاریخ و میشست، من قشنگ به یادمه، من با پدرم میرفتیم اونجا میشستیم صحبت میکردیم و اینا میومدن، یعنی اعتماد متقابل وجود داشت. حالا برمیگردیم به آمستردام عرشبتی هلند در قرن 17 که در واقع سیستم بانکداری مدرن از اونجا آغاز، چون حالا تاریخ بانک ها رو اگر فرصت بشه از ایتالیا شروع میشه، اولین به حساب بانک های حالا از شرق که بگذاریم به اصطلاح بانکداری مدرن اروپایی از به اصطلاح جنوا به اصطلاح در ایتالیا آغاز میشه، ولی بعدش هلند در آمستردام. چطوری آغاز شده؟ برای اینکه در اون زمان اینایی که ثروتمند شده بودن، مخصوصا هلندیا و حتی انگلیسیا، برای اینکه در قرن 17 هلند انقدر پیشرفت داشته که مثلا جان لاک برای اینکه چیزی یاد بگیره اومده مدتی اونجا، آدم اسمیت هم همینطور به هلند، برای اینکه بسیار از انگلیس پیشرفته تر بوده در قرن 17، و در نتیجه ثروتمندایی که هند شرقی مال هلند که اندونزی و تمام اونجاها باشه ثروتمند شده بودن، طلاها، جواهرات و یا پولهایی رو، حالا پول که اون موقع بیشتر سکه بوده، می اومدن و میذاشتن پیش
معتمدین خاصی که اینا خانواده های خاصی بودن که اسم این خانواده ها الان میشه دربرد اسمشون رو، و اینا جاهای امنی داشتن برای اینکه ثروت طلا و نقره و عرشبت که جواهرات و اینها رو حفظ بکنن. در برابر این ثروتی که اونجا به امانت گذاشته بودن چی میگرفتن؟ یه دونه قبض میگرفتن. اعتماد مطلق میبایست وجود داشته باشه که کسی تمام ثروتشو بذاره یه جایی توی انباری که متعلق به یه خانواده یا به شخصه و بذاره بره با یه تیک کاغذ. سیستم اعتباری از کجا شروع شده؟ خود تاریخ اعتبارات فوق العاده مهمه که اصلا سیستم اعتبار یا کردیت اصلا یعنی چه؟ سیستم، اگه بخوایم راجع به بانک ها صحبت بکنیم، سیستم اعتبارات رو باید چیز بکنیم، مطالعه بکنیم. سیستم اعتبارات از همینجا آغاز میشه که اون وقت این قبض رو که میگرفت این حکم اعتبار و پول داشت، یعنی میتونست در پایه همین قبضی که تو دستش بود کلی بسا بره و جنس از جاهای دیگه بیاره و با تجار دیگه بسا معامله بکنه و بس. این در حقیقت نوعی کردیت بود، منتها پشتوانش طلاها و جواهرات بود که خودش داشت. حالا بعدن این چه تحولی پیدا میکنه و این اعتبارات آیا پشتوانه واقعی داره یا نداره، بعدن صحبتشو میکنیم که تا به امروز روز میرسیم که همجوری اسکناس کاغذ چاپ میکنن، ولی در اون زمان سیستم اعتباری از اینجا به حساب. بنابراین اعتبار که ما صحبتشو میکنیم یعنی اعتماد متقابل به هم. اعتماد وجود داشته، دادگاهی وجود نداشته. بنابراین اون یه فرهنگیه که اصلا و تازه این قرن 17 همه دیگه، ما نمیخوایم بریم به 100,000 سال پیش، 10,000 سال پیش، 2,000 سال پیش، همین چند قرن پیش، و اونم در مرکز به اساس تمدن اروپا که هلند باشه در اون زمان. یک چنین، من این دو تا مثال رو بدان آوردم که عزیزان دقت بکنن که فقط گفته های مگداف نیست، بلکه واقعیت اینه که طبیعت بشر تغییر میکنه. این عزیز باید بدونه. ترجیبندی که مکرر میشنویم این است که طبیعت بشر را نمیشود تغییر داد. این استدلال ممکن است در مورد غرایز بنیانی انسان مانند نیاز مبرم برای به دست آوردن غذا، تولید مثل، جستجوی سرپناه و لباس برای محافظت بود درست باشد. فرضاً مثالهاشو باز من زدم، هواپیماها توی کوهستانا اومده به اساس چیز شده، سقوط کرده و در یه جایی افتادن که نه غذا هیچی. دیده شده که انسانهایی که جان سالم به در بردن شروع به آدمخواری کردن، یعنی به اساس برای موقعی که آدم در این شرایط قرار میگیره، آره، برمیگرده به اون غرایز به اصطلاح که حیوانات همینجوری هن. ولی جامعه انسانی یه چیز دیگه است. یعنی میتونه آدم برگرده به غرایز به اصطلاح حیوانی. اما آنچه معمولا به عنوان طبیعت بشر به اون اشاره میشود، طی تاریخ طولانی جامعه بشری بسیار تغییر کرده. با تغییر نظامهای اجتماعی مردم خود را با ساختار اجتماعی جدید سازش داده و بسیاری از عادات و ویژگی‌های رفتاری خود را تغییر دادن. من همینجا نظر خودم رو قبل از اینکه ادامه بدم برای عزیزان عرض می‌کنم که امید که به اصطلاح وقت این دفعه چیز نشه، از دستمون نره. عزیزان، من بارها صحبتشو کردم که از انسان باید شروع کنیم. انسان، من جلسه قبل صحبتشو کردم که تمام علوم نشون میده که نتیجه تکامل موجودات پایین تره و به مرحله‌ای میرسه که دست در طبیعت میبره، روی دو پا میایسته، یعنی به اصطلاح قد راست میکنه، از چهار پا به دو پا تبدیل میشه، دستش آزاد میشه و در طبیعت دست میبره. نقطه تعیین کننده همینه که دست در طبیعت میبره و در نتیجه شروع میکنه کنش و واکنش متقابل با طبیعت. از اینجا ما باید آغاز بکنیم. اینا دیگه چیزایی که گفتم در فیزیولوژی و در دیرین شناسی و در مردم شناسی، اینا همه اینا باز شده و به اصطلاح مشخصه
و جلسه قبل صحبت کردم که به طور کلی فیزیولوژی مغز و رشد مغز در اثر چیه و چه چیزهایی ما مشترک با پایین ترین موجودات داریم و چطور انسان به اصطلاح یا به اصطلاح حیوان ناطق بهش میگن که واقعا همینطوره، یعنی به اصطلاح ناطق به اصطلاح سخن گفتنه. اشرف مخلوقات واقعا درسته، اشرف مخلوقاته و مغزشه، یعنی قشر خاکستری مغزه. کنش و واکنش انسان با طبیعت چه نتایجی داره؟ برای اولین بار انسان مجبوره که نیازهاشو از طبیعت تهیه بکنه و در و با دست بردن در طبیعت. حالا نقش مغز اینجا چیه؟ نقش مغز به این ترتیبه که هر دستی که که انسان در طبیعت میبره یه تجربه است. در مناطق حافظش میره به مناطق حافظش از طریق حواس پنجگانه. موقعی که این میره به مناطق حافظه، آنچه را که پس میده که فکر انسان باشه فرق میکنه با اون چیزی که گرفته. یعنی گرفته ها یا اینپوت با داده ها فرق میکنه. بسیار این مسئله برخلاف پوزیتیویست ها که میگن فکر انسان نتیجه مستقیم انعکاس بیرونه. اینطور نیست. انعکاس بیرون میاد از طریق حواس پنجگانه. آنچه که مغز پس میده یا آوتپوت چیز متفاوتیه. چرا؟ برای اینکه محک میخوره با تجربیات گذشته، با تجربیات دیگران، با آنچه که در طبیعت آدم میبینه و مرتب آنچه که از مغز میاد بیرون فرق میکنه با آنچه که گرفته. یعنی اینپوت با آوتپوت فرق میکنه. یعنی در واقع این دیدگاه پوزیتیویست ها رو علم رد کرده، واقعا رد کرده. یعنی چه؟ یعنی انسان دست به ابداع میزنه. شما موقعی که یه چیزی رو که میگیری چیز مهمتر، بهتر و متکاملتری پس بده مغز شما در اثر محک زدن و در نتیجه قدرت تخمین، قیاس، ره یافتن، راهگشایی، طرح و برنامه ریزی انسان پیدا میکنه. نتیجهش اینه و دائم دانششو میبره بالا در اثر تجربه. این دانش همینجوری سیر تکاملی پیدا میکنه. همه اینها برمیگرده به واقعا فیزیولوژی مغز و سلولها و سیناپس های مغز، سیناپس های سلول های چیز مغز. اگر اینطور باشه، اون وقت انسان شروع میکنه ابداع، اختراع، نوآوری. از سنگ آتش زنه گرفته تا همینطور که گفتم مولکول دی ان ای و آر ان ای، اینا نتیجه تمام تجربیات بشره. اگر اینطور باشه، بر پایه رشد اختراعات، ابداعات، نوآوری ها و چیزهای تازه نیروهای مولده میره جلو. نیروهای مولده یعنی چه؟ یعنی همین اختراعات و ابداعات و نوآوری ها. خب اگر این طور باشه، شما فرضاً این باعث میشه که همین نیروهای مولده که رشد بکنه کل سیستم اجتماع رو تغییر میده. بعضیان عرض کردم اصلا چرا بردهداری به وجود اومد؟ از زمانی که در اثر ابداع و اختراع و نوآوری بشر برای اولین بار متوجه شد که میتونه یه دونه گندم، یه دونه حالا هرچی رو بکاره و 10 تا 20 تا 100 تا برداره، کشاورزی که ابتدا شاید در بین النهرین اینطور که گفته میشه آغاز شده. خب اگر اینطور باشه، موقعی که قحطی میاد، خشکسالی میاد، بلا میاد و
یک قبیله دچار قحطی میشه و میره به قبیله دیگه حمله میکنه، اون موقع همه رو قتل عام میکرد بر اینکه غذا به اندازه کافی نبود، برگشتن به همون به اصطلاح چیز حیوانی که صحبتشو کرد مکداف. حالا میبینه که به جای اینکه اینها رو بکشه میتونه ازشون استفاده بکنه و به کار کشاورزی، به کار بردگی بکشونتشون. سلطه یک بخش از جامعه بر بخش دیگه در اثر رشد نیروهای مولده بوده. عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن، ولی آدم به تاریخی که نگاه میکنه اینه داستانش. بنابراین بردهداری و مالکیت خصوصی در اثر رشد نیروهای مولده به وجود میاد و چرا نقش ترقی‌خواه حالا داشته. برای اینکه از اون زمان که اینجوری میشه، هم تغذیه جامعه بهتر میشه، هم این که یک بخش از جامعه از کار کردن سخت رها میشه. برای اینکه قبلش واقعا جامعه طوری بوده، در قبائل هنوزم که هنوزه، بخش عظیمی از زندگی روزانه‌شون صرف پیدا کردن غذا بوده، در حالی که در دوران بردهداری بردهدارها و یک بخش از جامعه از کار کردن رها میشن و شروع میکنن به آسمان فکر کردن. ماه از کجا اومده، خورشید از کجا اومده، دریاها چطوره، و فلاسفه یونان از توش میاد بیرون و فلاسفه چین و فلاسفه مصر و غیره و غیره. یعنی یه جنبه ترقی خواهی داشته به یک معنایی. حالا بعضیا مارکس رو به شدت بهش به اصطلاح چیز میکنن که میگن هی تو از نیروی مولده صحبت میکنی و رشد نیروهای مولده، بردهداری رو بنابراین داری روش محک میزنی. میگه به هیچ وجه اینطور نیست، ولی نقش مثبتش هم باید ببینی که برای اینکه بشر خودش رو بلایای طبیعی نجات بده، طول عمرش رو طولانی تر بکنه، و یک لازمه که یک عده از یک بخش از جامعه رها بشه از کار کردن سخت و جسمی و در تنعم باشه واقعا تو اون قصرها زندگی و شروع کنه به فکر کردن به کائنات که اصلا داستان به اصطلاح خورشید و مه و خورشید و فلک در کارن چجوریه داستانش. حالا چطور بردهداری از بین میره؟ رشد نیروهای مولده طوری میشه که بردهها نگهداریشون صرف نمی کنه دیگه. این نیست که مثلا آقای ابراهام لینکلن میخواسته بردهداری رو نمیم چیز بکنه، گرونه، نمی دیگه صرف نمی کنه. اونم در اثر بسا پیشرفت نیروهای مولده است. بنابراین حالا عزیزان دقت بکنن که پایه تمام این کنش و واکنش انسان با طبیعته. هر کدوم از این کنش و واکنش ها نیروهای مولده رو پیشتر و پیشتر میبره. نیروهای مولده که پیشتر و پیشتر میره، ساختار جامعه یعنی به حساب فرماسیون های اقتصادی اجتماعی جامعه تغییر میکنه. خب اون وقت شیوه تفکر انسان ها هم مطابق با اون تغییر میکنه. واقعا این ثابت میکنه که این هستی انسانه که تعیین کننده شیوه تفکر انسانه یا ذهن انسانه و نه برعکس، برخلاف آنچه که ایدئالیست ها فکر میکنن. شما فرضاً ارسطو در اون زمان و به اصطلاح همزمانهاش بردگی رو چنان طبیعی میدونه که اصلا به فکر هیچ کس نمیرسه که از بردگی انتقاد بکنه، ولی از ربح یعنی رباخاری به شدت محکوم میکنه. این حالا توی همین مکداف هم به این مسئله اشاره میکنه که شما در اون زمان، در زمان فرزن ارسطو، بردهداری فرهنگ مردم بردهداری رو کاملا قبول کرده بوده، ولی رباخاری رو به شدت محکوم میکنه. به امروز امریکا نگاه کن، بردهداری اصلا نمیتونه کسی فکرشو بکنه، گرچه زیر به حساب بردهداری به شکل دیگه مزدی هست، ولی چتل، به قول معروف چتل سلیوری که به اصطلاح به عنوان چارپا واقعا از به حساب انسان ها چیز میکردن، الان بردگی به حساب بردگی مزدیه، ولی کل سیستم الان وال استریت روی رباخاریه. تمام این دریواتیو ها، مشتقات،
اینا چیه؟ کل به اصطلاح وال استریت اصلا چیه؟ رباخاریه، سر تا پاش رباخاریه. کسی اصلا نطقش در میاد؟ هر کسی که زرنگتر و چابکتره اونجا میتونه پولدار بشه. اینو بهش میگن آدمای لاکی. و اونایی که این کار نمیکنن به اصطلاح لاکی یا به اصطلاح خوشبخت نیستن یا شانس ندارن. یعنی اینجا قهرمان بودن چیه؟ Masters of the World. اونایی هم که تو وال استریت میلیارد میلیارد میسازن. فرهنگ اینقدر عوض شده از زمان ارسطو تا الان. یعنی دائم همین جوری به اصطلاح تغییر میکنه. و یا چرا فئودالیسم تبدیل به سرمایه‌داری میشه؟ اینو اگه رسیدیم صحبتشو میکنیم، که کتاب دیگه ای رو که من میخواستم به عزیزان معرفی میکنم، The Great Transformation. چند بار از این کتاب من اسم بردم. کارل پولانیی اینو نوشته، فوق العاده است. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم، این به اصطلاح چکیده اون چیزیه که زیربناش کنش و واکنشه انسان با طبیعت. نیروهای مولده میره جلو، موقعی که رفت جلو ساختار اقتصادی اجتماعی یعنی فرماسیون های مختلف به وجود میاره و هر کدوم از این فرماسیون ها شیوه تفکر و فرهنگ خودشو داره. در زمان بردهداری شما یه فرهنگ داری، به کلی طبیعت بشر با امروز فرق میکنه. در دوران فئودالی یه نوع فرهنگ دارید و در دوران سرمایه‌داری فرهنگی به کلی متفاوتی. یعنی فرهنگی که الان حاکم بر جهانه، به عزیزان باز عرض بکنم، الن مایکسن وود این کتابشو باز معرفی میکنم، به اسم The Origin of Capitalism کتابی داره. الن مایکسن وود یه مدت توی مانثلی ریویو بود و من با این زن بزرگ، انسان بزرگ، از نزدیک به سا آشنایی دارم. البته بعدن زیاد توافقی با به سا هری مکداف که خودش آورده بودش به چیز پیدا نکردن و ایشون رفت و الان در انگلیس فکر میکنم باید باشه. کتابهای فوق العاده جالبی داره و در منشأ سرمایه‌داری توضیح میده که اصولا لغت improve یا بهبود بخشیدن به یه چیزی، to improve، اصلا یعنی چه؟ میگه لغتش اصلش فرانسویه به معنای امپرو یعنی فور پروفیت. بنابراین بهبود یعنی در اساس اصلاح یه چیزی برای سود بردن، که این رو بعدش میبره به دوران تاماس مور قرن 15 و بعدش میبره به ویلیام پتی قرن 17، ولی قبل از اون تاماس هابز قرن 16 و 17 و بعدش هم آدم اسمیت همه و جان لاک، به ویژه جان لاک که قرن 17. تئوری اینها فرضاً خود تاماس مور که کتاب معروف یوتوپیا رو نوشته اون زمان و بسیار آدم ترقی‌خواهی، و تا جایی که من میدونم هنری 8 اعدامش کرد در اثر همین افکار ترقی‌خواهیش، فکر میکنم. بله، با همه اینها نظرش اینه که انگلیسی ها که میرن کشورهای دیگر رو میگیرن، زمین های بلا استفاده رو حق طبیعیشونه که اشغال بکنن، که بعدن جان لاک اینو در به اصطلاح دو رساله در مورد دولت مدنی دیگه کاملا به اصطلاح چیز میکنه، ردخور نداره، برای که خودش کلی زمین، بانک یه تاجر حریر بوده، از بنیانگذاران بانک انگلیس بوده، ولی بعدش میره در ویرجینیا کلی ملک از همین بومیان به اصطلاح تصرف میکنه و اون وقت تئوریشو میریزه که زمین هایی که بایر هستن باید ایمپروومنت درشون صورت بگیره، یعنی اصلاحات و یا به اصطلاح بهبود، و این حق ماست که تصرف بکنیم اینا رو. یعنی تصرف سرزمین امریکا از بومیان رو جان لاک تئوریشو میریزه، که در واقع نویسندگان قانون اساسی امریکا تمام به اصطلاح شاگردای جان لاک بودن،
از اونجا به حساب چیزاشون رو میگیرن، تئوریاشون رو میگیرن. بنابراین این رو میخواستم عرض بکنم که خود امپرو یا به اصطلاح ایمپروف یعنی نفع سود، یا که پایه های طمع ورزیه، از اونجا آغاز میشه. حالا اگه شد من یه بخشی از کتاب همون منشأ سرمایه‌داری یا The Origin of Capitalism مال الن مایکسن وود رو برای عزیزان میخونم که توضیح میده که اصولاً مسئله سود که پایه طمع هستش از کجا شروع میشه. از دوران سرمایه‌داری آغاز میشه، در جوامع دیگه نبودن همچی چیزی. بنابراین طبیعت انسان چیزی نیست که ثابت و لایتغیر باشه. مردم شناسانی که جوامع اولیه رو مطالعه کردن، روابط و طبیعت بشر بسیار متفاوتی با روابط شدیداً رقابتی هر کس به فکر خیش، یعنی تو پرانتز افتادن گرگ ها به جان هم و خودآگاه و خودخواهانه که ویژگی جوامع در دوران سرمایه‌داری سیافتن، اینا چیزای از قدیم نیست. روابط مردم در جوامع اولیه ما قبل سرمایه‌داری اغلب به شکل کمک متقابل و توزیع ثروت بوده است. تجارت نیز مسلماً وجود داشت، اما هدف تجارت، حالا این آقای موسی غنی نژاد مرتب میگه سیستم بازار، و بعد میگه سیستم بازار یه چیز انتزاعیه و چیز انتزاعی که بحران نمیتونه داشته باشه، از بین نمیتونه بره، یه چیز انتزاعیه. آدم ازش بپرسه که خب یعنی چه بازار که تو هی صحبت بازار بازار میکنی؟ آخه افراد حقیقی و حقوقی اینو میگردونن، قوانینی برش حاکمه، داستانی داره. تجارت همیشه وجود داشته، بازار همیشه وجود داشته، ولی مسلماً وجود داشته، اما هدف تجارت میان قبائل سود شخصی نبود. این آقای موسی غنی نژاد اصلا نه تاریخشو بلده نه الفباها رو به نظر من، یعنی واقعا این اگه بیا تو یکی از این کالج‌های دست دوم سوم امریکا بخواد درس بده، من فکر میکنم شاگردا با هو بیرونش بکنن. ولی ببینید چه بروبروی تو ایران داره، چون سیستم میخوادش. تمام اقتصاد رژیم جمهوری اسلامی رو در حقیقت طبق تئوری های این شاگرداشن که دارن بسا اقتصاد این جمهوری اسلامی رو میگردونن. اینه که اونجا هارت و پورت میکنه، واقعا اگه بیاد با هو بیرونش میکنن، برای که مفاهیم اولیه رو نمیدونه. خب بازار از بین قبائل جمعه بازار بوده، یک شنبه بازار بوده، شنبه بازار بوده، امثال هم بوده. بنابراین بازار همیشه بوده، ولی چه نوع بازاری؟ آیا بازارمون قبائل یا وال استریت؟ زمین های کشاورزی نه در مالکیت خصوصی بود و نه می توانست خرید و فروش بشه، بلکه عموماً توسط کت خدای ده تقسیم و توزیع مجدد می شد. اینان ارزش ها، آداب و رسوم اجتماعی و طبیعت بشر متفاوتی داشتن. طبیعت بشر که تو گیومه، برای اینکه اصلا مفهومی نداره طبیعت بشر به عنوان یه چیز ثابت و لایتغیر. به قول کارل پولانی در همین کتاب Great Transformation، کشف بزرگ پژوهش های مردم شناسی و تاریخی سالهای اخیر این است که اقتصاد جوامع انسانی علل اصول تابع روابط اجتماعی آنها بوده است و نه برعکس. یعنی انسان‌های سوشیال بودن، اجتماعی بودن، به فکر دیگران بودن، به فکر جامعه بودن، نه اینکه فقط به فکر خودشون. رفتار انسان‌ها طوری نبوده است که منافع فردی خود را به صورت تصاحب اموال مادی حفظ بکنند. شیوه عمل او، یعنی انسان ما قبل سرمایه‌داری، چنان بوده که چه چیزایی براش مهم بوده؟ مقام اجتماعی، خواستهای اجتماعی. حتی عزیزان اگر برن تاریخ خود انگلیس رو، زمان فئودالیه، فئودال‌های واقعی، واقعا جنگ بین گل سرخ و گل سفید، دو تا به اصطلاح فئودال‌های بزرگ، ببینید صحبت از شجاعت،
امانت، نمیدونم چیزای اینجوری، نه اینکه مال پرستی فقط، سود شخصی، خواستهاشون اجتماعی بوده، مواهب اجتماعی خود رو حفظ میکنن. در چنین جوامعی اقتصاد یکی از وظایف روابط اجتماعی به شمار می آمد و مردم مجاز نبودن از داد و ستد تجاری سود ببرن. چیز مذمومی بوده. هنوز دیری از زمانی نگذشته است که مردم بومی امریکای شمالی و جنوبی آگاهی به شیوه تفکر کاملا متفاوتی از آنچه داشتن که بعدها توسط هجوم و تسخیر سرزمینشون توسط ارتشها و مهاجرین اروپایی به آنان تحمیل شد. عزیزان نوشته های کریستوف کولوم رو باید بخونن که یادداشت‌هاش رو دولاس کاساس، کشیش معروفی که باهاش بوده و یا همزمانش بوده، اینا رو جمع کرده، خاطرات خود کریستوف کولوم رو، به طوری که کریستوف کولوم پس از مسافرت اولش به امریکا می نویسد: نتوانستم دریابم که ملک و مال شخصی داشته باشند. داره بومیا رو میگه که بومیا رو با اون بدنهای آفتاب سوخته زیبا واقعا میان به استقبال، به استقبال به حساب کریستوف کولوم، آب براش میارن، نون براش میارن و این با شمشیر پیاده میشه و بعدش به دولت مطبوعش نمیسه که ما با 50 نفر همه اینا رو میتونیم به بردگی بشیم و قلع و قمشون بکنیم. فرهنگ اونا رو ببینه عزیزان و فرهنگ کریستوف کولوم رو ببینه. چرا که بعد نتوانستم دریابم که ملک و مال شخصی داشته باشن، چرا که این طور به نظر میرسد که هرچی یک نفر داشته باشد با دیگران تقسیم میکنه. بومیان افرادی بی آلایشن و در مورد هران چه دارن چنان آزاد منشن که اگر ندیده باشیم برای من باور کردنی نخواهد بود. نمیتونه یه اروپایی اون زمان با روحیه سرمایه‌داری و شیوه تفکر و فرهنگ سرمایه‌داری اصلا تصور اینو بکنه که این انسانها چطور در صلح و صفا با هم زندگی میکنن و زن و مرد لخت مادرزاد و به اصطلاح زنا به همون قدرت دارن کار میکنن که مردا، و موقعی که به حساب باردار میشن میرن یه جایی به حساب بچه به دنیا میاد، خودشونو میشورن دوباره شروع میکنن به کار کردن. تمام اینا رو کریستوف کولوم توضیح داده که رابطه یه زن و مرد چجوریه، چطور به حساب رابطه آزاد بینشون هست، چطور در صلح و صفا زندگی میکنن. اون فرهنگ رو با این فرهنگ و پورنوگرافی آدم مقایسه بکنه. بومیان افرادی بی آلایشن و در مورد هر آنچه دارن چنان آزاد منشن که اگر ندیده باشیم برای اون باور کردنی نخواهد بود. اگر چیزی داشته باشن و از آنها تقاضای گرفتنش را بکنی هرگز نه نمیگوین. به عکس از شما دعوت میکنن که در استفاده از اون با او شراکت کنی و در این کار چنان عشق و علاقه نشان میدن که گویی قلب آنها با توست. به قول من این نقل قول رو میخونم و تمام میکنم. من خوشبختانه من از فرصت استفاده کردم که نظر خودم رو راجع به این قضیه گفتم که چطور فرهنگ انسان در اثر تغییر به اساس شیوه تولید تغییر میکنه. به قول ویلیام براندون، مورخ برجسته بومیان امریکا، میگه که بسیاری از مسافران درون امریکا، آنان که دنیای واقعی بومیان امریکا را به چشم خود دیدن، سالهای سال و نسل اندر نسل از وجود چنین احساساتی سخن گفتند و در میان پژوهشگران افراد بسیار مسئولی مثل دوتر را مشاهده می کنیم که در سال 1650 درباره بومیان منطقه کارائیب می نویسد: همه با هم برابرند، هیچ کس نسبت به دیگری احساس بردگی یا بندگی نمی کند. دموکراسی اینا رو که توضیح میده و اون وقت با دموکراسی اینایی که اومدن از اروپا و اینجا رو گرفتن، دموکراسی واقعی که در اونجا وجود داشت، هیچ کس از دیگری ثروتمندتر یا فقیرتر نیست و همگی خواستهای خود را به اونچه محدود میکنن که به راستی مفید و لازم باشد. حالا بعدن صحبت میکنیم که واقعا اگر اینطوری باشه افراد انگیزه برای کار کردن ندارن، اینطوری که این عزیز گفته، یعنی فقط یک انگیزه وجود داشته اونم مال اندوزی و انباشت سرمایه است. این طور نیست، بشر این طور نبوده و هر چیز دیگری را که اضافی باشد
هر چیز دیگری را که اضافی باشد با تحقیر نگاه میکنن. عزیزان برن این کاخ ها را که در همین اطراف لس آنجلس هست نگاه کنن، دو نفر زندگی میکنن توی قصر 12 تا اتاق. اینا جانی هن واقعا، نابود کننده ی طبیعت هن، اینا انسان نیستن واقعا و شایسته داشتن نمیدانن چیزی که غیر ضروری باشه. بشر اگه بخواد، حالا راجع به مکداف که صحبت میکنه، باید ببینیم نیاز انسان چیه. خود نیاز یه مسئله به اصطلاح بسیار بسیار پر اهمیته. نیاز انسان اصولا چیه؟ وقتی من تمام این بحث رو ادامه میدیم، عرض شد که همینطور که عرض کردم 9 شب تکرار میشه و بعدش هم تا شنبه من از عزیزان خداحافظی میکنم. فرزاد جان خیلی ممنون و عرض شد که روز شنبه ساعت 10 صبح، روز و شب عزیزان خوش.